تلویزیون هیچ که نمیتونه بگه تلویزیون مجاهدینه، این صدای 80 میلیون ایرانیه، صدای بچه های آواره ما توی خیابون هاست، صدای دخترای ماست که فروخته میشن، صدای مردم بیچاره ما، کارگرای ما که سال میشه حقوق نگرفتن، صدای زنان ما، دانشجوهای ما که سرکوب میشن برای هیچی. من خودم به تنهایی میخواستم 200 رو همیاری کنم برای سیمای آزادی که این چراغ رو نذاریم خاموش بشه. با تو بدترین شرایط وضعیت شغلی و زندگی هستم، ولی اینقدر شاد هستم که این کمک را ناچیز میدونم. من خاک کفش برادر مسعود و خواهر مریم هستم. 8000 کرون کمک میکنم و افتخار میکنم که این کار انجام میدم و امیدوارم این به اندازه یک قطره نفتی باشه که این چراغ روشن بمونه. سیمای آزادی یک پیوندی بین تاریخ گذشته و حال و امروز، و خیلی خوشبختم که این رویا و این خواست به حق، حق گذشته که مردم بیش از یک سال اخیر برای این آزادی مردم ایران جنگیدن، امروز به یمن سیمای آزادی این رویا به واقعیت پیوسته و جامعه عمل به خودش پوشیده. سیمای آزادی علارغم تمام عدم امکانات فراوان تونسته نقش کیفی و ارزنده خودش رو در صحنه مبارزات سیاسی و آزادی بخش مردم ایران به نمایش بگذاره و با به تصویر کشیدن زیبایی های شگفت‌انگیز و شورانگیزی که هر روز در گوشه و کنار جهان خلق میشه، این رو با زیبایی و ظرافت به خونه های مردم بیاره و این باعث افتخاره برای ما. من از طرف خودم و دوستانم به تمام دستندرکاران سیمای آزادی که عاشقانه و بدون هیچ چشم داشتی اینطور تلاش میکنن تا صدای برحق مقاومت ایران، صدای مردم در زنجیر ایران رو در گوشه و اکناف جهان به صدا در میارن، بهشون تبریک بگم و براشون آرزوی سلامتی و تندرستی بکنم و درود بفرستم به شیر همیشه بیدار، به اون کسی که تمام زندگی پربرکتش و نثار آزادی خلق ایران کرده و تونسته کادرهای با ارزشی رو برای آینده ایران تربیت بکنه. اینها همش بیانه است و به خواهر مریم تبریک میگم به خاطر نقش تاثیرگذاریش که الان ما هر روزه شاهد پیشرفت این مقاومت هستیم. خدا را صد هزار بار شکر. من منتظر روز همیاری نمیمونم و هر فرصتی پیش بیاد به سیما کمک میکنم. من از طرف پناهندگان سیاسی در هلند اعلام میکنم که ما این جنگ را خاتمه یافته تلقی نمی کنیم و تا به آخر در پشت سر اشرفیان دلیر تا به دست آوردن حقوق مشروعشان ایستاده ایم. مبلغ 5000 دلار به سیمای آزادی که صدای ملت در زنجیر و صدای مادران و دانشجویان تفریر در زندانهای این رژیم قرون وسطایی تقدیم می‌کنم. سیمای آزادی سیمای پرفروغ هر مجاهد خلقی است که در تمام دنیا منعکس میشه و کمک به سیمای آزادی واقعا از همه چی برادم واجب تره، چون تمام صدای مردم ایرانو میگه، درد مردم ایرانو میگه. صدای جان جانان به گوشمون رسید، نور به قلبمون اومد و تمام سختی های راه و سختی های که کشیده بودیم همه را جبران کرد، همه رو مرهم گذاشت و دیدمون انشاءالله به روزی بشه که به چشم جمالش دیدارش تازه بشه. امید خدا، امیدواریم که با هم با این کمک های ناچیز و کوچیک سهم کوچیکی داشته باشیم در این پیروزی ها. به امید دیدار هست زودتر در ایران آزاد. با تبریک به مجاهدین فی سبیل الله و بندگان ناب خداوند که حق و عدالت و آزادی و دموکراسی رو هدف خودشون قرار دادن و در اون کوشش‌های خستگی ناپذیری جز رضای پروردگارش آمد، دفاع از مظلومان منظوری ندارن. انشالله که همیشه جشن‌ها و پیروزی‌ها بیشتر بشه، رژیم هم بیشتر آتش بگیره، هم خودش هم زندگیشون انشالله. اون نیرو و انرژی که شیر همیشه بیدار ایران مسعود و خواهر مریم به همه ما هواداران میده، ما همیشه هستیم و خواهیم بود. چراغ این
هستی ما همیشه روشن بوده، هست و خواهد بود. تا زمانی که ایرانمون آزاد بشه به دست این فرزندان رشید ایران. اشرف شهر شرف ماست، اشرف شهر نمونه جهانه، چه از لحاظ ایدئولوژیکی، چه از لحاظ مادی و معنوی و خودکفایی. پویا از طرف مامانش و باباش از هلند 1000 یورو کمک کرد. و حدود نیم ساعت هست که من پشت خطم که این مبلغ ناچیز رو اعلام بکنم تا کور شود هر آن که نتواندید. خاتمی هم که دیروز دیدید چجوری جز و بلز زد، شتاب حمله به احمدی نژاد، همه این چیزا تقصیر توه که اسم این سازمان پرافتخار مجاهدین خلق از توی لیست با این همه مماشات، با این همه ولخرجی از جیب مردم ایران در آمد. خواستم وقتتونو، وقت عزیزتونو نگیرم که من لذت میبرم از برنامهاتتون، از برنامهاتون و از شکل و شمایل اصیل و ایرانیتون که هر چی داری و نداری برای مردم ایران گذاشتی. فقط یه پیغام دارم، برادرم از کمالت عشق است. درود بر مجاهد و درود بر خواهر مریم. بچه ها اشرف، دم همه تون گرم. لبخند همه تون عشق ماست، دل ما رو خوشحال کرد. درود بر همه شما. سلام دارم بر خواهر مریم، برادرم مسعود. شما واقعا افتخار ما هستید، بهتون عشق میبرم. به خدا قسم حاضر هستم جانم فدای همه تون بکنم. میگه خم مخور، ایام هجران رو به پایان میرود، این خماری از سر ما میگساران میرود، زاغ با صد شرمساری از گلستان میرود، وعده دیدار نزدیک است یاران مژده باد، روز وصلش میرسد، ایام هجران میرود. امیدوارم که صدای شما که صدای نفس کشیدن مردم ایران زیر اختناق خمینیه، صدای من زندم هنوز هستش، صدای شهدای ما هست، همیشه پربرکت و مبارک و پردوام باشه. و دمتون گرم و صداتون پرتنین. به امید شنیدن خبر آزادی تهران از تلویزیون شما و صدای شما.